در کنفرانس مونیخ نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نسبت به بهره‌وری از تکنولوژی مخابراتی شرکت چینی هواوی هشدار داد. خانم پلوسی گفت شرکت هواوی ریسکی برای امنیت ملی کشور هاست. از سوی دیگر وزارت دادگستری آمریکا پنجشنبه هواوی را به دزدی اسرار صنعت تکنولوژی مخابراتی و دست داشتن در سرکوب معترضین ایرانی توسط حکومت آن کشور متهم کرد. گیتا آریان گزارش می‌دهد. خانم پلوسی میگوید از طریق تکنولوژی هواوی دولت چین دست به تهاجمی مخفیانه میزند و باید یک راه حل بین المللی برای آن یافت. به نظر من خیلی خطرناک است که تمام توان 5G را چینی کنیم و باید خیلی با دقت پیش برویم. بیایید راه حل را بین المللی کنیم. دادستانی فدرال بروکلین در نیویورک در دادخواستی که روز پنجشنبه منتشر کرد اتهام جدیدی به هواوی وارد کرد. نصب تجهیزات برای شناسایی و دستگیری معترضین ضد دولتی در تهران در سال 1388. در متن این دادخواست همچنین آمده است که هواوی با تأسیس شرکت‌های سوری در ایران امکان فروش کالا، فناوری و خدمات آمریکایی به ایران و دور زدن تحریم‌ها را نیز فراهم کرده است. منگ وانجو از مدیران ارشد شرکت هواوی و دختر بنیانگذار این شرکت پیشتر به ارائه اطلاعات نادرست درباره روابط تجاری این غول فناوری چینی با ایران متهم شده است. وی آذر 1397 در ونکوور کانادا به درخواست آمریکا بازداشت شد. گیتا آریان، صدای آمریکا.